سلام سامره هستم از کانال آلمانی آنلاین خوش اومدید به کانال من دوستان عزیزم امروز میخواییم که ادامه بحث قبلی رو داشته باشیم در مورد تشخیص آرتیکل ها موارد و نکاتی که کمک میکنه به ما تا آرتیکل ها رو تشخیص بدیم امروز در مورد اسامی خونسا قراره با هم صحبت بکنیم و نکاتی که به ما کمک میکنه که اسمای خنسا یا همون نویترال رو تشخیص بدیم اما قبل از اینکه بریم سراغ درسمون ازتون خواهش میکنم اگه کانال آلمانی آنلاین رو تا به الان سابسکرایب نکردید اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید زنگوله کنارش فعال کنید که اگر ویدئویی آپلود شد شما اولین نفری باشید که ویدئو رو میبینید ممنونم از توجهتون خب میپردازیم به بحثمون و اون اسامی خونسا هست چجوری تشخیص بدیم این اسامی رو یکی از موردهایی که به ما کمک میکنه اسمهایی هستن که در آخر حرف او رو دارن یا اندونگ او رو دارن مثل چی؟ مثل دست بیغو میشه همون دفتر دفتر کار مثل دست آوتو ماشین مثل دست کینو میشه سینما مورد دیگه ای که به ما کمک میکنه برای تشخیص این اسامی اسمهایی هست که در آخرشون پایانه یا اندونگ سویگ را دارن مثل داس شپیل سویگ از با بازی دست فلوک سویگ هواپیما دست فویا سویگ فندک مورد بعدی اسامی هستند که دارای پایانه نیس هستند نیس مثل دست ار ایگنیس حادثه اتفاق مثل دست ارگبنیس نتیجه دست سویکنیس مدرک مدرک که شما دارید مثلا شما دوره از بیلدون رفتید سه سال چهار سال تمومش کردید و امتحان پایانیش رو قبول شدید حالا به شما یه سویگنیس میدن یعنی بهتون یه مدرک میدن که شما این سه سال رو با موفقیت به پایان رسوندید اما این موردی که گفتم پایانه با نیس یا اسمایی که پایانه نیس دارن استثناءاتی هم وجود داره مثل کنت نیس دی کنت نیس کنت به معنی بیشتر توانایی هست نیست بیشتر با اسمهای دیگه استفاده میشه مثل کامپیوتر کنتنیس مثل شپراخ کنتنیس یعنی تواناییتون در اون زمینه خاص در کامپیوتر تواناییتون در زبان شپراخ کنتنیس مثلا ما الان داریم چیکار کار میکنیم داریم زبانمون رو توانایی زبان آلمانیمون رو بهتر میکنیم میشه ما میخوایم بهتر کنیم توانایی زبان آلمانیمون رو اشپراخ کنت کامپیوتر کنت و آخر مورد بعدی اسم هایی هستن که دارای پایانه منت هستن مثل چی؟ مثل مدیکامنت مدیکامنت به معنی دارو هست یا مثل اکسپریمنت آزمایش مورد بعدی در مورد اسم هایی هستند که دارای پایانه اوم هستند مثل دست شتودیوم مثل دست موزیوم شتودیوم به معنی تحصیل در دانشگاه است تحصیلات دانشگاهی که studieren میکنیم از فعل studieren میاد studieren به معنی درس خوندن در دانشگاه هست و فقط برای همین استفاده میشه درس خوندن در مدرسه از این فعل استفاده نمی کنن. یا موزیوم که گفته شد مورد بعدی اسمهایی هستند که دارای پایانه ما هستند و از یه زبان دیگه وارد زبان آلمانی شدن مثل داس تما داس دراما مورد بعدی اسمهایی هستند که از زبان انگلیسی وارد زبان آلمانی شدن و دارای پایانه اینگ هستند مثل چی مثل داس ترینینگ مورد بعدی خیلی راحت از تشخیصش اگر فعل ها یا همون مستر ها در زبان آلمانی به عنوان اسم استفاده بشن آرتیکل داس رو به خودشون میگیرن یعنی جنسشون نویترال یا خونسا میشه مثل چی؟ مثل همه مستر که ما در زبان آلمانی داریم داس لاوفن، داس گهن، داس کومن، داس شپریشن و الی آخر خب دوستان این موارد و نکاتی بود که به ما کمک میکرد که آرتیکل ها رو در جمله تشخیص بدیم امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه اگر اینطور هست لایک و کامنت یادتون نره اگر مورد دیگه هم شما میدونید حتما تو کامنت ها برای من بنویسید خیلی خوشحال میشم و خیلی ممنونم از توجهتون تا ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدای یار و نگهدارتون باشه